در ادامه گفتگوهای کیهان لندن با فعالین سیاسی، کنشگران مدنی و کارشناسان در رابطه با توافقی که در وین حاصل شد بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران، این بار به سراغ کاوه آهنگری، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان می رویم. آقای آهنگری، خوش آمدید. بالاخره در وین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که در برگیرنده 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین است به علاوه آلمان به دست اومد، توافقی به دست اومد. در صورتی که تمام طرفین به تعهداتشان عمل کنند، 10 سال دیگر شورای امنیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مختومه اعلام خواهد کرد. به نظر شما این تفاهم نامه یا این توافق نامه مثبت؟ من فکر میکنم که باید برگردیم به تاریخ سیاسی این طرفین. اگه به جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی در 36 سال گذشته یک نگاهی بندازیم، جمهوری اسلامی همیشه برنده بوده و یا خودشو برنده معرفی کرده، در صورتی که در واقع امر اینجوری نیست. وضعیت مردم ایران، حتی اون جنگ 8 ساله بساب با عراق رو خودشونو برنده حساب میکردن، در صورتی که واقعا اینجوری نبود. ولی خب غرب به طور کلی اگه بهش نگاه بکنیم، به نظر من اون صداقتی که در کشور آمریکا یا سیستم سیاسی، مسئولین سیاسی آمریکایی با مردم خودشون دارن، جمهوری اسلامی فاقد چنین صداقتی است. به گمان من جمهوری اسلامی بازنده این به حساب پروسه بود. اگه یک نگاهی به محتوای توافقنامه بندازیم، برنده این پروسه 5 به علاوه 1 به ویژه آمریکا بود و بازنده اصلی جمهوری اسلامی است. و به باور من جمهوری اسلامی فقط برای مصرف داخلی، برای قانع کردن و راضی نگه داشتن اعضا و عناصر رژیم خودش داره این کارو میکنه. از نارضایتی عمومی، از مردم ایران، از فعالین سیاسی، فعالین مدنی، از جنبش های داخل کشور نگرانه، به خاطر همین اینو به عنوان یک برد معرفی میکنه. ولی آنچه که واقعیت داره، توافقنامه هسته‌ای باختیست آشکار برای جمهوری اسلامی. شما در صحبتهایتان اشاره به حقوق مدنی کردید. در خیابانهای تهران هم گروهی از کسانی که برای پایکوبی بعد از امضای توافقنامه وین حضور داشتند، اعلام کردند یا خواستار این بودند که توافق بعدی بین شهروندان و نظام بر سر حقوق شهروندیشون باشه. شما فکر میکنید که با این توافق راه به نوعی برای اینکه نظام با مردم ایران هم به نوعی توافق دست پیدا کنه باز خواهد شد؟ من اینو به جمهوری اسلامی وصل نمی کنم، بلکه اینو به مجموعی فاکتورها و شرایط مربوط می دونم. یعنی شرایط به سوی رفته. میتونم اینو مثال بیارم، آقای روحانی این هنر آقای روحانی نیست که دا جامعه ایرانی به یک جامعه تغییر خواه و تحول طلب تبدیل شده، بلکه این مجموعه فاکتورها و شرایط چه داخلی، چه منطقه‌ای و چه جهانی به وجود اومده، وگرنه آقای روحانی همیشه یکی از مهره‌های کلیدی این نظام سیاسی بوده. چرا مثلا آقای روحانی 10 سال پیش، 8 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش این کارها رو نمیتونسته بکنه؟ پس بیشتر من اینو معطوف میکنم، مربوط میدونم به شرایطی که در منطقه، در داخل ایران به وجود اومده. جامعه ایران، نسل نوین سیاسی اجتماعی ایران، سن این نسل
جوانهایی که الان هستن، دانشجویان، تحصیل کرده هان، یک نسل تغییر و تحول طلب هستن. به همین ترتیب من فکر میکنم به همین سادگی نمیشه این گروه سنی رو، این نسل نوین رو راضی نگه داشت. خب طبیعیه پروسه، یا بگیم این بسیار پروسه گفتگو و مذاکرات، نوعی تعلل، نوعی تأخیر در بروز یا ابراز این مطالبات وجود آورده بود و معطل بودن ببینن این مذاکرات به کجا میرسه. من هم فکر میکنم که فعالین سیاسی، مدنی، اجتماعی، زنان، جنبش‌های اتنیکی، دانشجویان منبعد با قدرت و سازماندهی بیشتر و بهتری به میدون خواهد آمد و مطالباتی دارن نزد این رژیم، نزد این دولت، نزد رئیس جمهور، کابینش، که باید جوابگو باشه. اگر بر فرض مثال تا دیروز به خاطر این مسئله هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای و به هر حال مسائلی که حول و حوش این مورد وجود داشت به بهانه اون میتونستن به هر حال فعلا به تعلیق بیندازن، من بعد من فکر میکنم میشه گفت این توافقنامه سرآغاز تغییر، پروسه تغییر در ایرانه. حالا نمیتونم بگم در یک سال، دو سال، سه سال، چند سال، اما در این یقین دارم که داخل ایران فعالین در تمام زمینه‌ها دنبال مطالبات خودشون خواهند بود. اشاره به اوضاع منطقه کردید. در منطقه دو نوع برخورد با این توافقنامه وجود داره. یکی کشورهای مثل ترکیه که اونو بسیار مثبت ارزیابی میکنن، و نظر دیگر مثل پادشاهی عربستان که معتقدند این توافقنامه چیز خوبی نیست. رئیس سابق سازمان امنیت عربستان میگوید که این توافقنامه دست جمهوری اسلامی ایران رو برای به آشوب کشیدن منطقه و ماجراجویی در منطقه بازتر خواهد کرد. البته عربستان و کشورهای خلیج فارس رو درک میکنم که نسبت به وجود یک ایران اتمی نگران باشند، چون به هر حال ایران رابطه حسنه و بسیار مثبتی به صورت پایدار با کشورهای منطقه نداشته، حالا اسرائیل که بماند. ولی من فکر میکنم که این توافقنامه هسته‌ای دست اسرائیل و عربستان رو در منطقه بازتر کرد، دست جمهوری اسلامی رو در مقابل نسبت به مسائل منطقه‌ای کوتاه‌تر کرد. جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه مثل قبل در خاورمیانه و در منطقه تکتازی های خودش رو داشته باشه، دنبال هلال شیعه باشه. این از یک طرف. از طرفی دیگه اگر این توافقنامه اجرا بشه و جمهوری اسلامی متحد به عملی کردن این بند به بند این توافقنامه بمونه، من اگر جای کشورهای عربی بودم خوشحال می شدم، چون واقعا این توافقنامه جمهوری اسلامی رو محدود کرده، نه فقط در خارج از کشور و در منطقه، بلکه در خود داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران این رژیم رو محدودتر کرده. حتی یک سری از فعالین سیاسی، صاحب نظران سیاسی از حاکمیت ملی صحبت میکنن، یعنی این توافقنامه به صورتی، به جایی، به صورتی نوشته شده حتی حاکمیت ملی رو به خطر انداخته. پس من به طور کلی هرچند نگرانی های اسرائیل و کشورهای عربی رو درک میکنم که یک ایران اتمی میتونه ثبات منطقه و صلح به حساب در منطقه رو به هم بزنه، ولی در نهایت با اجرای این مفاد توافقنامه من فکر میکنم امنیت بیشتری رو برای کشورهای منطقه هم به همراه خواهد آورد. با سپاس از حضورتان. خواهش میکنم.